برنامه نانگال و سرخ نگاه کنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی من مریم نمازی هم و من فریبوز پویا هستم در برنامه هفته مصاحبه داریم با تحمینه صادقی در رابطه با کودکانی که نیازهای ویژه دارند در ضمن مطالب زیاد دیگه هم باهاتون در میون خواهیم گذاشت یکیش در رابطه با اعتصاب معلمان در ایران نمایشگاه کتاب در فرانکفورت و فتوا علیه زرتشتیان و مسائل دیگه من جمله حمله پلیس به پناهجویان افغان در مرز ایران و پاکستان با ما باشید خب یه اتفاقات خیلی جالبی در هفته که گذشت صورت گرفته یکیش که حتما بینندگان عزیز شنیدین و این اینه که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به نمایشگاه کتاب فرانکفورت نره به خاطر اینکه خیلی ناراحته چون که سلمان رشدی اونجا قرار سخنانی کنه فکر کنم انتخاب طبیعی مردم اینه که برند به سخنان صحبت های آقای سلمان رشدی من که هر روز به آقای سلمان نمیدم تا به جمهوری, جمهوری اسلامی اسلام. این حکومتیه که حق که انتشارش کتاب تو ایران نمیتونه مگه که خودشون موافقت کرده باشن باش و گفتن که این از آزادی بیان چرا استفاده میکنیم یا حرف میزنیم از که آزادی بیان برای چیز دیگه است و این که و این آزادی, آزادی بیان نیست, ولی فتوایی که میدین که یه نویسنده رو بکشین اون آزادی نزد. بیان اسلامی شما آره خیلی جالبه <laughs> این, تعریف عجیب غریب از آزادی بیان از طرف جمهوری اسلامیه ولی فکر،, فکر کنم که وقتی جمهوری اسلامی این اعلام کرد که نمیاد نمایشگاه کتاب توی فرانکفورت اکثر مردم اینجوری کردن خب چیکار خب نه فکر کنم جمهوری اسلامی فکر میکنه که یه مرکزی برای کتاب سوزوندن نمیدونه که این اتفاقا نه این برای اینکه آدما بتونن کتاب بنویسن کتاب بخونن و اتفاقا اون آزادی ابراز عقیده و بیان واقعیه نه جمهوری اسلامی هل. که نمایانی. ولی جالبه چندین چند سال گذشته توی نمایشگاه کتاب فرانکفورت مینا هدی و دوستان اونجا هر سال رفتن و خواستن که جمهوری اسلامی از نمایشگاه کتاب فرانکفورت به خاطر سرکوب نویسندگانی که تو ایران داره و اجازه چاپ نمیده رو بیرونش بکنن به همه خاطر به این خاطر جمهوری اسلامی حالا نیامده به نظر من خیلی خبر خیلی خوبیه و زودتر سلمان راشی رو دعوت می‌کردن که این کارو بکنن فکر کنم هر سال سلمان راشی رو دعوت کنن تو تمام نمایشگاه‌های کتاب توی دنیا بخش ب... خبر دیگه که دوست داشتیم باهاتون در میون بذاریم که حتما شما هم شنیدین و این خب اعتصاب های واقعا عظیم معلمان در ایران در شهرهای متفاوت از تهران و سنندج و مشهد و غیره و خب اعتصابی که مدتی الان داره صورت میگیره برای افسایش دستمزد برای حق تشکل و برای آزادی معلمان زندانی و آره و یکی از خصوصیات این جنبش نقش زن زنان توی اعتصاب و اعتراضات معلمان هست و معلمان توی ایران یه نقش ویژه دارن به خاطر که حقوق و امکاناتشون واقعا کمه در تحت حکومت اسلامی حکومت اسلامی خیلی از فقر و کمبود حقوق برای جامعه ایران و تمام بخش جامعه ایران چیزی به همراه نیه برده و مهمه که وضعیت معلمان و مسئله فرهنگ تو جامعه ایران همینایی که میان ایران اعتراض میکنن به سخنانی آقای سامان رشدی وزنه نشون که در ایران حقوق پایه‌ای و اتحادیه ای کارگر ایران لغ میشه و فکر کنم دنیا باید این رو ببینه که معلمان ایران برای زندگیشون لازم دارن که اعتصاب بکنن و حقشونه که جمهوری اسلامی کنار بره و خب ما همبستی خودمون رو با معلمان عزیز اعلام میکنیم و امیدواریم که ام هرچه بیشتر این همبستگی براشون معلوم بشه مشخص بشه و به پیروزی برسن در رابطه با ایران که داریم صحبت میکنیم یه سازمان حقوق پناهندگی در بلگراد با همون اخیرا تماس گرفتن و گفتن که از چند ماه اخیر که شروع به کار کردن با دست دست پناهندگان افغانی مصاحبه کردن و الان تا به حال تو این چند ماه اخیر با بیش از هزار نفر مصاحبه کردن و همشون بدون استثنا میگن که در مرز ایران تیراندازی میشه سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و خیلیا کشته دارن میشن و آماری که دارن میدن این که صدها نفر هم هستن و ما میدونیم که این یه اتفاقیه که مدت هاست داره صورت میگیره تازه نیست ولی خب این سازمان الان داره اینا رو ثبت میکنه و داره مدرک جمع میکنه که این یه واقعیت برای پناهجویان آره و خیلی جالبه که جمهوری اسلامی حقوق هیچ کس به رسمیت نمیشناسه و به خصوص پناهندگان و وضعیتی رو که به پناهندگان توی ایران به وجود برای پناهندگان به وجود کاملا توی جامعه ایران به رسمیت شناخته معلومه که جمهوری اسلامی چیکار داره میکنه ولی اینکه تیراندازی میکنه توی دنیایی که امروز مسئله پناهندگان حقوق حق پناهندگان کمک کردن به پناهندگان کاملا همه دارن در صحبت میکنن اینو نشون دادن که جمهوری اسلامی در واقع به کسایی که میخوان از مرز عبور کنن تیراندازی میکنه و میکشه و واقعا این جنایت علیه بشره که یه فقط یه توی حکومت های اسلامی اتفاق میفته دقیقاً میسه. یه چیزی هم که خب این دوست از ما خواستیم بود که ما اینو منعکس کنیم به خاطر اینکه یه واقعیت اینه که این واقعا نقض حقوق پایه‌ای و انسانی بشر داره اونجا پایمال میشه و توی اخبار خیلی کم دیده میشه که چه اتفاقات فجیعی داره صورت میگیره و ما حتما سعی میکنیم در برنامه های آینده بیشتر روی این موضوع صحبت کنیم یه مسئله دیگه هم که جالبه اینه که هفته پیش روز نه به هجاب بوده روز بینال المللی نه هجاب و خیلی ها اومدن روی مطبات اجتماعی و عکس قبل و بعد خودشونو یعنی وقتی محجبه بودن و بعدش که هجابشون رو برداشته بودن ولی خب تو ایران که میدونیم این یک جنبش خیلی وسیع و بزرگی هست و خب الان مثل که زنان ایران دارن به همه جا تاثیر میذارن و, و این جالبه که توی سوشال میدیا و میدیا اجتماعی این واقعا انفجار پیدا کرده و همه دارن در این مورد صحبت کردن خیلی خیلی میگن خب حقوق زن، حقوق ماست میخوایم این کار بکنیم انتخاب, انتخاب, انتخاب ماست ولی همه صحبت از این میکنن که وقتی اجباریه دیگه در باره انتخاب نمیشه در مورد صحبت کرد و این قبل و بعد به نظر خیلی مهمه که دنیا ببینه و خب یه واقعیت این که خب امکان داره بعضی انتخاب کنن تو کشورهایی که اجباری نیست ولی وقتی که به این موضوع در سطح وسیع اجتماعی و بین المللی بهش نگاه کنیم برای اکثر زنا واقعا انتخاب وجود نداره و یکی یه حرف خیلی خوبی زد گفت که تا موقعی که یک برای یه زنم اجباری باشه یعنی انتخاب واقعی وجود نداره به خاطر اینکه انتخاب بالاخره معنی داره همینجوری که از جایی که جایی نمیافته که آره شما این انتخابات از این انتخابات کردی قبلا نسکی آره من فکر کردم من هم اکس خودم عکس پاسپورتی اول البته مال خودم رو قبل با هجاب و بعد بدون هجاب هم بذارم فرد همون قرار گذاشتم برای داره. برنامه داریم زودتر ضرب کنیم اشتباه وقتها را اشتباه کردم به هر حال ام شما مگر عکس دارین برامون بفرستین فتوای احمقانه 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 این هفته مال آقای خامنه است که ایشون یکی ازشون پرسیده که یک کسی که از خانواده زرتشتی میاد اگر یکیشون شیه بشه وقتی که ارث با تقسیم بشه چجوری کی بیشتر میگیره کی چی میگیره آقای خامنه‌ای هم چی میگه میگه به کافر نمیرسه یعنی که اولا یا کافرن این و این نشون میده که رهبر عظیم خیلی بزرگ عظیم برعکس عظیم خیلی بزرگ کوچولو <applause> آره آدم راسیستیه آدم یه که تبعیض تبعیض بین آدم ها به با وجود میاره ضد زن و ضد هر چیزی آدم هست. کشه اصلا. و واقعا آدم نگاه کنه آقای خامنه ای نمیشه صحبت کرد واقعا شرم که این آقا توی مملکت مثل ایران داره حکومت میکنه واقعا و خب یعنی یه،, یه،, چیزی که خیلی مشخصه هر موقعی که مذهب رو میاریم توی زندگی مردم اینطوری میشه دیگه اه. یه سری آدمایی که تو اون چارچوبی که این رهبرای به صلاح مذهبی اعلام میکنن تو اون چارچوب نیفتی هر کی که نمیافته دیگه کافر میشه آره و در واقع, در واقع حقشون رو پایمال کردن به نظر میاد که ظاهرا میشه این کارو کرد واقعا احمقانه دیگه چی بگیم لحظه زیبای این هفته که گذشت از یک مادر مجرد در کالیفرنیا که وقتی شاهد عکس و گزارشات پناهجویانی که دارن با بچه فرار میکنن وقتی اینا رو مشاهده میکنه فکر کرده که یه کمپین کمک مالی به وجود بیاره که بتونه برای این مادر پدرها حامل نوزاد بخره بفرسته براشون که بتونن راحتتر تر بچه رو بغل کنن در حین فرار و آره، خیلی ایده جالبیه زی، واقعا جالب زیباست این سحنه رو میبینی کسی که بچه خودش رو میبینه میبینه بچه خودش رو داره توی حامل نوزاد هم میکنه و مادرها و خانواده هایی میبینه که باید بچه رو با سختی واقعا توی صدها کیلومتر رو از دریا بگذرن و چطوری واقعا آدم میتونه بچه های کوچولو رو تو این شرایط هم بکنه با خودش و به این فکر افتاده که یه کمپین بزاره که هزاران این حامل نوزاد بفرسته برای پناهندگانی که دارن از مرز عبور میکنن و واقعا زیباست و اون لحظه انسانی رو نشون میده واقعا هم جالبه به خاطر اینکه بعضی اوقات به نظرم ایده هایی که خیلی ساده میدونین ولی خیلی جوهرش انسانیه. جوهرش, انسانیه, فکر کنم آره. و, و اینکه خب فکر کرده خب یه وضعیتی هست خب بعضی اوقات مثلا خیلی ها فکر میکنن که چه وضعیت دردناک و سختیه چجوری آدم میتونه کمک کنه ولی میشه دید که چقدر آدم ها آمدن جلو و تو راه های مختلف دارن به پناهجویان کمک میکنن همبستگی خودشون نشون میدن و واقعا یک چیز زیباییه آره زنده باد خانم کریستال اه... لوگوتیتس از کالیفرنیا